جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آمو و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیحون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. آفرین و مدح سود آید همی، گر به گنج اندر زیان آید همی. سبک شعر فارسی دری را از نیمه دوم قرن سوم تا پایان قرن پنجم سبک خراسانی می نامند. از آنجا که نخستین آثار نظم و نثر زبان جدید فارسی بعد از اسلام در ناحیه خراسان بزرگ پیدا شد، به سبک این آثار خراسانی گفتند. خراسان بزرگ شامل قسمت‌های از ایران، افغانستان و تاجیکستان، سرزمین‌های ماوراءالنهر و ترکستان هم بود. از این رو در بحث‌های تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی حدود نیم قرن پیش گاهی به سبک خراسانی، سبک ترکستانی هم گفتند. سبک خراسانی به لحاظ تاریخی سلسله‌های طاهری و صفاری و سامانی و غزنوی را در بر می‌گیرد. البته بحث اصلی به دوره سامانیان و غزنویان است. شاعران این دوره عبارتند از ابو سعید ابوالخیر، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسد طوسی، ازرقی هروی، قطران، ناصر خسرو. زبان فارسی در این دوره زبان مادری گویندگان است، یعنی گویندگان این دوره برخلاف دوره های بعد زبان فارسی را از روی آثار ادبی از خود نمی آموختند. از این رو زبان ایشان طبیعی و ساده و روان است و در آن تعقید و ابهام نیست. اما اگر امروزه برای ما برخی از لغات آن مهجور و دشوار می نماید، به سبب آن است که خراسان بزرگ منطقه بسیار وسیعی بود و لهجه های مختلف چون سعدی و خوارزمی در آن رایج بود. شعر این دوره مشتمل بر مجموعی از لغات است، بسامد آن در دوره های بعد کم می شود و یا یکسره از بین می رود. برخی از لغات پراستعمال این سبک از نظر فکری هم جالبند. شعر این دوره شعر شاد و پرنشاط است و روحیه تساهل و خوشباشی را تبلیغ می کند و از محیط های اشرافی و گردش و تفریح و باغ و بزم سخن می گویند. شعر واقعی گرا است و اوضاع دربارها، محیط زندگی، روابط ارباب و کنیز و غلام، تفریحات و ماوق لشکرکشی ها و جنگ را منعکس می کند، به طوری که از برخی از اشعار عنصری می توان لشکرکشی و حوادث جنگی را به نحو دقیق تاریخی استخراج کرد و در آن از امور ذهنی و خیالی خبر نیست. شاعران با معارف پیش از اسلام آشنا هستند. قالب شیری مسلط این دوره قصیده است. علل از تغییر سبک خراسانی را کارشناسان امر موارد زیر را برشمردند. اختلاط مردم خراسان و عراق، درسی شدن فارسی دری، رواج تصوف و فعالیت صوفیان، تأسیس مدارس دینی و رواج معارف اسلامی، از بین رفتن نهضت شعوبیه، عدم توجه سلجوقیان در آغاز کار به شعر و شاعری و رواج غزل، انهدام نسل فضلای سابق، هرج و مرج حاصل از اختلاف بین امرا و جنگ‌های داخلی. پنجره بوی ماه امشب اختصاص دارد به سبک خراسانی و نخست در این مورد با بانو مینا نصر، شاعر و نویسنده هستیم. خوش آمدید. از ادب و ارادت دارم به همه دوستان عزیز، شعر دوستان و ادب دوستان و همه شنوندگان خوب این برنامه. به سلامت باشین. در نخست میخواییم بدانیم سبک خراسانی چگونه سبکیست؟ سبک خراسانی با
بنا به تعریفی که از تعریف کلمه سبک داریم، همون روش و ادراک و دریافت ویژه از کلمات و به روش خاصی که این در توصیف‌ها، تصویرها و تخیل‌های شاعران تأثیر زیاد داره و چنان شعر و ادبیات این سبک رو خاص میکنه که تمایز داشته باشه از سبک‌های دیگه ادبیات در زمان‌های مختلف. و اولین سبک فارسیه، اولین سبک ادبی در زبان فارسیه و خدمتون به از نسبت به دیگر مکتب‌های ادبی و سبک‌های دیگه بیشتر از هم است و شاعران بسیار به نام و خوبی هم در این مورد دیده شده و داریم در طول تاریخ ادبیات. در این سبک از چه قالب‌های بیشتر معمول است که در شعر استفاده شده؟ این سبک بیشتر شاعرانی که در این سبک هستن قصیده سرا هستن. در درجه اول ما قصیده سرایان معروف زبان فارسی رو در سبک خراسانی شاهد هستیم و در درجه دوم غزل هست که باز غزل قالبیه که تقریبا در طول همه دوره با استقبال روبرو شده، اما در سبک خراسانی بعد از قصیده بیشتر رواج داشته، کمتر با رباعی و مثنوی در قالب روبرو هستیم، ولی رواج اون بیشتر به قصیده بوده و غزل و بعد مثنوی. محتوا و مضمون این سبک در قالب ها چی تشکیل میده؟ سبک خراسانی سه ویژگی خاص داره، یکی از لحاظ خط فکری، خط زبانی و ویژگی های ادبی. از لحاظ خط فکری شاعران این دوره بیشتر شاعرانی بودن که معانی پیچیده در شعرشون دیده نمیشه، توصیف های ساده دیده میشه، بیشتر هجو و مت و ذم حاکمان دوره در اون دیده میشده، شعر اگر عاشقانه بوده هجران در اون دیده نمیشده و بیشتر شادی و تروب در آن دیده میشده و فاقد معانی پیچیده و درگیری های فکری بوده برای یه شاعر. از لحاظ ادبی هم که این کمتر ما مثلا با صنایع لفظی و معنوی در اشعار مواجه هستیم، بیشتر زبان ساده است و بیان به صورت بسیار به زبان گویش نزدیکه و فاقد اون تخیلات پیچیده هست. از لحاظ زبانی و خط فکری و از لحاظ معنوی کلن سبک خراسانی نسبت به سبک‌های دیگه ادبی بیان ساده تری برای بیان توصیف‌ها و گفتار و اندیشه شاعران داشته و شاعران مثلا اگر هم به حماسه پرداختن یا به شعر عاشقانه پرداختن یا به توصیف طبیعت پرداختن، اون پیچیدگی سبک‌های دیگه رو اصلا ما در اون شاهد نیستیم. و از ویژگی‌های دیگه‌ش هم اینه که کمتر الفاظ عربی به کار رفته شده، بیشتر الفاظ فارسی گویش به الفاظ فارسی و کلماتی که عامیانه به کار میره مردم استفاده میکردن در این اشعار زیاد دیده میشده. علت زوال این سبک چی است؟ دیگه بستگی به زمان و شاعران هر دوره، نوع گویش مردم و نوع افکار و تغییر و تحولاتی که در جامعه پیش میاد، این زبان هم کم کم از کار افتاده شد و سبک جدیدتری به اسم عراقی رو ما بعد از قرن ششم به بعد شاهد هستیم که این زبان با توجه به اون پختگی که داره و به اون با توجه به زبان اجتماعی مردم اون روز بیشتر با استقبال شاعران و همچنین مردم روبرو میشه. در نهایت سبک خراسانی کم کم کنار گذاشته میشه و مردم سبک عراقی رو بیشتر بهشون تمایل نشون میده و شاعران تقریبا سبک عراقی در از قرن ششم به بعد رواج خیلی گسترده تری پیدا میکنن، سبک خراسانی کنار رفته میشه. بسیار خوب. و در اخیر اگر مهمترین و بارزترین شاعرای سبک نام ببرین؟ از مهمترین شاعران این دوره میشه به رودکی پدر شعر فارسی اسم برد، از عنصری منوچهر دامغانی که توصیفای بسیار زیبایی در باره طبیعت داشته، همینطور از فردوسی بزرگ اسم برد که زبان حماسی و روایت‌های خاص و نابی داشته از تاریخ
و حماسای ایران باستان که اوج شعر فارسی به سبک خراسانی بوده. همینطور میشه گفت از ناصر خسرو اسم برد که ناصر خسرو محتویات اشعارش پند و نصیحت بیشتر بوده و در یکی از قله های اوج شعر سبک خراسانی در قرن چهارم پنجم تا ششم بوده، همطور مسعود سعد سلمان و بسیاری از شاعران دیگه‌ای که حبسیه ها و توصیفات زیادی از دوران خودشون، زمان خودشون، بیان حال خودشون داشتن و باعث رشد و پویایی سبک زبان خراسانی در سه قرن چهارم پنجم و ششم شدن. ممنون که به بحث امشب تشریف آوردید. میریم به سراغ دوست دیگر من که در این مورد صحبت های خواهد داشت. دنباله بحث ما در پنجره امشب روی سبک خراسانی هست و از جناب آقای عزیز احمد حنیف استاد دانشگاه دعوت کردیم و بحث بپردازند. خوش آمدید. سلامت باشین. تشکر. در نخست میخواییم بدانیم که سبک خراسانی چگونه سبک است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سبک در ادبیات فارسی عبارت از طرز و طریقه یا روش و منهج ادبی رو میگه، منهج ادبی مخصوصی که در شعر کاربرد داره. اما یک تعریفی که برای ازی دانشمندان ادبی قائل شدن، بیان محافظ ضمیر شاعر به معنای بیان محافظ ضمیر شاعر است. سبک خراسانی نخستین سبک ادبی در شعر فارسی هست که در اواسط قرن سیوم هجری به وجود می آید و تا پایان قرن پنجم هجری ادامه پیدا می کنه. این زمان است که ادبیات فارسی برای اولین بار در حروف عربی البته نوشته می شه و اولین مرحله از رشد و انکشاف زبان فارسی هست که در زمان از لحاظ تاریخی به زمان سامانیان برمی گرده. سامانیان نخستین دودمانی هستند در تاریخ فارس که به ادبیات فارسی بیشتر از همه خدمت کردند و با وجودی که دو زمان زبان رسمی روزگار و حکومت ها زبان عربی بود، اما اینا کوشش کردند که در قالب زبان عربی رسم الخط زبان فارسی را هم رسمی بسازن و رفته رفته ده ها و صد ها شاعرانی آمد در اواسط قرن سوم تا پایان قرن پنجم در دو نیم صد سال که از مشهورترین شاعران ما میتونیم فردوسی طوسی را نام بگیریم، سنایی غزنوی، عنصری بلخی و فرخی سیستانی و امی قسم شاعران دیگری مانند ناصر خسرو بلخی و اسدی طوسی، اینا همه در امی عهد سامانیان آمدن و سبک خراسانی را در شعر فارسی به وجود آوردن. سبک خراسانی عبارت از یک سلسله اصول و قواعدی هست در زبان فارسی که در او زمان به کار رفته، بعدن این سبک جای خود خالی کرده به سبک عراقی. البته در چیزهایی که نشانه هایی که از او زمان دیده میشه در سبک خراسانی بیشتر روحی حماسی در شعر است که شاعران تلاش داشتند با شعرهای حماسی بسرایند. ای البته دلیلشی بوده که از طرف حکومت‌های روزگار مورد تشویق قرار داشتن شاعران و رفت آمدهای بود، بزم‌های برگزار می‌شد و از اشعار حماسی پذیرایی می‌شد در حلقات سیاسی و همچنان رنگ و بوی دیگری را که در اشعار سبک خراسانی ما می‌بینیم رنگ عاشقانه هست که تعبیرهای خیلی ساده و مستقیم به کار رفته دو زمان به خاطر که مرحله اول رشد و انکشاف زبان فارسی بود. سادگی و روانی از ویژگی های دیگه سبک خراسانی هست که ما در این زمان مشاهده میکنیم و در بود ادبی وقتی که میبینیم ویژگی های خاص خود داره. البته از نقطه نظر قالب شیری بیشتر اشعاری که در تاریخ سبک خراسانی سروده شده اشعار از نوع قصیده هست و همچنان کمتر غزل سروده شده، بیشتر در قالب رباعیات و مثنوی دیده میشه اشعاری که سروده شده، همچنان مدح هست از مدح و هجو در قالب سبک خراسانی که سروده شده. و محتوا چی است در این قالب؟
چیزی که شعر شکل میده در طول تاریخ ما میبینیم، یک نقطه هست که شعر زاده سنت ها و گرایش های فرهنگی و تنش ها و کشمکش های سیاسی هست، زاده اجتماع هست. در اجتماع قرن های سوم، چهارم و پنجم هجری، دنیای اسلام و شاعران زبان فارسی به خصوص خراسان زمین که این سبک خراسانی به میخاطر میگن که در ساحه خراسان و ترکستان زاده شده و دو زمان مهمترین قلمرو ادبیات فارسی این ساحه به شمار میرفت، تقریبا خیلی آرامی بوده. شاعرای او زمان که میبینی از باغ و بستان سخن میگوین، از سیر و گلگشت و تفریح و خوشی و شادمانی سخن میگوین. به این خاطر روزگاری هست که امنیت بر این قلمرو حاکم است و شاعران و سخنوران بزمهای دارن، نشست و برخواست ها و محافل گرمی با هم دارن، از سوی رجال حکومت هم مورد تشویق و نوازش قرار میگیرن و از جایگاه بلند اجتماعی برخوردار هستند. به این خاطر چیزی که سبک خراسانی را شکل داده، گیردارهای اجتماعی زمان بوده. مثل حال که شعرها و قالب‌های امروز در سبک امروز برخواسته از ارزش‌ها و دغدغه‌های امروز شاعر است. بر ترتیب علل اضمحلال سبک خراسانی از نظر شما چی بود؟ سبک خراسانی زمان جای خود به در اواخر قرن پنجم، وقتی که آغاز دوره سلجوقیان است و دوره غزنویان به پایان میرسه، به خاطر علت و انگیزه اصلی سبکی هست که از یک طرف ادبیات فارسی انکشاف میکنه به گونه‌ای که استعارات و تشبیهات و استخراقاتی که در عهد سامانیان و در عهد غزنویان کاربرد داشت در قالب ادبیات فارسی، آل زبان رشد کرده و انکشاف یافته. البته ما قابل یادآوری است که غزنویان هم خیلی زیاد به ادبیات فارسی خدمت کردند. در عهد سلطان محمود غزنوی حد 400 شاعر در غزنی حضور داشت و همه شعر می سرودند در قالب های مختلف. زمانی که آغاز عهد سلجوقیان فرا میرسه، اینجا دنیای اسلام یک سلسله کشمکش ها و تنش های شاهد ازو می باشد دنیای اسلام، که آهسته آهسته سبک خراسانی با در نظر داشت تغییر وضعیت اجتماعی زمان جای خود رها می کنه به سبک عراقی. شاعران تقریبا جدا می شوند از حکومت ها و در قالب غزل بیشتر شعر می سراین و استعارات و تشبیهاتی که جدیدن کاربرد داره، به خاطری که زمان تغییر کرده و زبان انکشاف یافته، دیگه امو اصطلاحاتی که در اجتماع کاربرد داشت، به طور مثال کبوتر با کبوتر، باز با باز در یک اصطلاح هست و همین قسم چیزهای دیگری ما داریم، این اصطلاحات از نو زاده شد در اجتماع و هر چیزی که زاده شد، استعارات و تشبیهاتی که در نثر به کار می رفت، از این استعارات شاعرها خواستن که استفاده بکنن و ارتباط زبان فارسی وقتی که به درجه پختگیش رسید با زبانهای بیگانه دیگر تأمین شد، مانند زبان فرانسوی، زبان عربی. بار دیگر وقتی که زبان فارسی راه خود باز کرد با سایر زبانها و سایر فرهنگها، اینجا هست که از قالبهایی که در زبان فرانسوی به کار رفته بود، در زبان آلمانی و در زبان ایتالیایی و همچنان در زبان عربی، از این قالبها دانشمندان، البته شاعران فارسی به کار بردن و همچنان در عهد دوم تصوف و عرفان اسلامی به دنیا اسلام گسترش پیدا کرد و رواج یافت و مورد پذیرش مردم قرار داشت. البته در اینجا بود که به غزل و به سبک عراقی شاعرها رو آوردن و سبک تغییر دادن، سبک خراسانی را. در کنار از اینکه میخواییم بدانیم که شاعران نامور این سبک کیها هستند، میخواییم بدانیم که از این سبک امروزه استفاده میشه؟ امروز بسیار زیاد کم کاربرد داره البته سبک خراسانی. در وقتی که سبک خراسانی جای خود رها میکنه به سبک عراقی، یک تعداد شاعران میآیند که هم در سبک عراقی شعر میسراین و هم در سبک خراسانی. ای طور نیست که در یک زمان مکمل ترک شده باشه سبک خراسانی، بلکه به شکل تدریجیش یک مدت زمان است که با در نظر داشت تغییرات و تحولات فرهنگی و اجتماعی سیاسی، آهسته آهسته سبک خراسانی جای خود به سبک عراقی رها میکنه. البته یک نقطه ای را که نباید فراموش بکنیم، سبک
با وجودی که از نقطه نظر اصطلاح ادبی تعریف شده و مختص به یک دور خاصی هست که شامل دو نیم قرن میشه، اما گاهی شاعران میگن که سبک میتونه ویژه هر شاعر باشه، هر شاعر یک سبک مخصوص خود داره. ممنون شما که واسه امشب تشریف آوردید، زحمت کشیدید. بقیه قسمت های بوی ماه را دنبال میکنیم. گنجینه بوی ماست و گوهر دیگری داریم که برای امشب بوی ما به معرفی میگیریم. طبق معمول میریم به سراغ خودشان که بگویند کی هستن. البته پیش از اینکه خودشان بگویند، یک مسئله که بر من از جانبشان خیلی جالب است، هنوز آنقدر سن و سالی ندارن که این همه میدانن و این همه کاروایی دارن. نصیر احمد آژند از ولایت غور، فارغ التحصیل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل، فعلا معلم در یکی از اینستیتوت‌های شهر کابل. خیلی زود معلم نشدی؟ روال چنین بود، علاقه من چنین بود و رشته من میخوند به معلمی چانس هم همی بود. بله. یکی میگن تحصیل، کار و زن یا شوهر، اینا چانس راسته؟ تا جایی بله. بسیار خوب. کودکیت به کجا گذشته؟ کودکیم در فیروزکو. به غور سپری شد؟ غور، بله. مکانی که امروز بیشتر به جای از اینکه از حوزه فرهنگ و ادب و زبان، از حوزه موسیقی و شعر و ادب بشناسن، از حوزه خشونت بیشتر میشناسن متاسفانه. دقیقاً لایه های تاریخ که ما بریم، مکان ادب و فرهنگ بوده. فرهنگ مثبت و غنی. با هر ترتیبش، تو شعر زیاد خوندی یا تاریخ؟ بیشتر روانشناسی خوندیم، نه شعر خوندیم نه تاریخ. دوستا اکثرا فکر میکنن من یک شاعر هستم، اما بارها در صفحه اجتماعی در محافل بزرگشان گفتم که من یک شاعر نیستم، چون آرزو میکنم یک شاعر باشم اما نمیتونم یک شاعر باشم. میگن شاعر سخنش گواه زبان است. به شاعر نمیگن چی گفتی، چه میگی، چگونه میگی و چرا گفتی، سخنش رو میشنونه و هیچ موبت بسیار بزرگ است که برای یک انسان داده میشه که متاسفانه او رو من ندارم. در کودکی چه بازی هایی رو به غور انجام دادی به فیروزکو؟ ببینین، غور، فیروزکو نمادهای یک تمدن بسیار بزرگ در خود داره. بازی های بسیار زیادی در اونجا رواج داره. ما در اونجا توپ دنده میکنیم، در اونجا گال بازی میکنیم، در اونجا تشله بازی میکنیم. انواع و اقسام بازی های متفاوتی در اون حوزه رواج داره و ما هم در اون حوزه بزرگ شدیم. همه بازی ها رو انجام دادیم؟ بله، تقریبا. آب بازی بلندی؟ بله. یکی از خوبی های مردم غوری است که همه آب بازن چون دریای 3 دریای بسیار خروشان از اونجا میگذره. حتی دختران میگن در خلوت دخترانه اونجا بازی میکنن. بله بازی میکنن. همین شنیدم مردای غوری بسیار خشنن، جنگ میکنن، جنگر هستن. خب من فکر نمیکنم، تا حال یادم نیست جنگ کرده باشم، اما گاهی اجتماعی که ما شما در زندگی میکنیم گاهی انسان وادار میکنه جنگ که بافور آدم بره بالا. بله، جنگ کنه. او هم فکر کنم یک بار اگر در غور بوده باشه، یک بار هم در همین کابل و در همین دانشگاه، چون ما اطرافی بودیم و گاهی اطرافی های بسیار دانا. چند بار از درخت افتادی؟ از درخت یک بار. اون هم زمانی بود که گل سنجد گل کرده بود و سنجد یک بوی زیبا داره. وقتی برای چیدن گل سنجد بودیم که ناگه از اونجا افتادیم و جالب ای که کسانی که با ما بودن یا دوستای رفقامون همه فرار کرده بودن که گویی از بین رفته. حاضری که 1 کیلومتر تار شیشه بزنی یا 5 دقیقه دایره بزنی؟ 5 دقیقه دایره بزن. بلدم هستی؟ من پایان نامه تحصیلیم در چگونگی کاربرد موسیقی در اشعار شاعران پارسی سرا نوشتیم. او را خوشبختانه برای چاپ روان کردیم که به زودی انشالله چاپ شد. آدم نازنین، من که اول تعریف کرده بودم. از
در مورد موسیقی دوست دارم، خوش دارم که بیشتر بدانم از عصر نکیسا و بار بود و تا رودکی و تا خیام و مولانا، اینا همه میدانم که اینا چی می نواختن، با کدام آلات موسیقی آشنایی داشتن. در حوزه موسیقی خود غور معلومات بسیار خوبی را دارم، بیشتر از دیگرها کار کردیم و همچنان با موسیقی علاقه دارم و گاهی با خود زمزمه هم میکنم. بیدار نشینی های شبانه یا شب نشینی های شبانه با فیسبوک سر میکنی، در تجمعات تظاهرات سر میکنی که آمادگی میگیری برای تظاهرات، یا در تفکر و عوالم حقیقی کتاب؟ در هر سه حوزه. گاهی شده که به خاطر آماده شدن برای یک تظاهرات بسیار خوب برای دادن انگیزه برای مردم تا صبح سیستم نوشته کردیم از چندین صفحه. دیشب تا ساعت دو بیدار بودید؟ بله. من نگوی خبر ندارم. چون آن بودید فیسبوک. بله. خب بردتیم. چه کتاب زیاد خواندی؟ از چه کسی زیاد خواندی کتاب؟ کتاب بیشتر از علی شریعتی در حوزه بیدارگری بیشتر کتاب خواندم. گاهی کتاب های سروش هم میخوانم. اما علاقه در غور کتابخانه هست؟ یک کتابخانه عامه است متاسفانه، با اون که در اونجا کسی نرفته کتاب نخوانده و کتاباش هم تقریبا از بین رفته. آه. و در این اواخر علاقه مندی به کتاب و کتابخانی نسبتا زیادتر شده. بله. آینده دوست داری خانمت یک آشپز نازنین باشه، یک نویسنده باشه، یا یک دکترای فیزیک؟ خانم دوست دارم در آینده خانم یک شاعر باشه، شعر خوب دکل میکنه، در کنارش یک خانم خانه باشه. خانم خانه به این معنی که من معمولا غذای بسیار خوبی را دوست دارم و معمولا این 6 سال مسافرت برام تجربه شده که تخم مرغ خوردیم. بله تخم مرغ خوردیم یا که کنسر لوبیا و این بسیار من خسته ساخته. خانم خانه باشه شعر بگویه؟ شعر هم بخونه، شعر هم بگویه. خانم خوب است که از مردم دخترهای غور بگیرید، چون اونا اکثرا چنین هستن. حالا خوشبختانه یا متاسفانه. به هر ترتیب چند فیلم کارتونی دیدی؟ فیلم کارتونی در گذشته هایی چند ماه زمان که در کابل آمدیم تام و جیری دیدم. من هیچ فیلم کارتونی نمانده که ندیده باشم. از برکت اولاده. سینماگری که دوست داری کی است؟ در حوزه افغانستان یا؟ هر حوزه که هست زیاد که دوست داری. در حوزه افغانستان کارهای آقای برمک خیلی دوست دارم. اونا بهتر از دیگر و با دقت کار میکنن. از امور از کارهاشون بسیار دوست دارم. ورزش میکنی؟ بله صبح ها معمولا میدوم، دوش میکنم. میگن دوش مادر ورزش هاست، از ملاز میدوم. آفرین. شعرهایت از بومی ترین لغت هاست و چاربیتی میگی بیشتر، درسته؟ من باز هم عرض میکنم تا حال ادعا نکردیم که شاعر هستم. گاهی وقتی اون چیزا میسرایم بیشتر به فکر ازیستم که اشعار بومی که بیشتر در روی واژه های ناب زبان فارسی یا همون لهجه ای مردم غور باشه، رو نار جمع آوری کنم در مجموعه و خواننده ها تقدیم کنم. خیلی دوست داشتم بیشتر ادامه به تو مصاحبه هم رایت، ولی در آخر میخوایم که با همو لهجه از همو شعر را بخوانی. حافظه من تو را کی کردم فراموش، که هر روز خون جیگر میکنم نوش. آخ به هر مجلس که نام تو برایه، به مثل دیگ بخار میکنم جوش. نظر به سینه سچاک من کن، نظر به دل آتشناک من کن. اگر مردم ز جورت هی عزیزم، گل دیگدان خود از خاک من کن. چرا تو ترک کردی یار خود را، فراموش کرده ای آشنای خود را. آخ من بیدل به فکر خود نبودم، تو بر هم زده ای سودای خود را. و برنامه ما خوش آمدی و ممنون از اینکه سهم گرفتی. تشکر از شما و تشکر از برنامه خیلی زیبای شما که ما را هم لایق دعوت به این برنامه دانستیم. به سلامت بمانی. بخیر باشی. میریم به سراغ بقیه قسمت های بوی ما.
چند پیش محفل بیاد بود و پیوندهای اقبال لاهوری با حوزه زبان پارسی زبانان در سفارت جمهوری اسلامی پاکستان برگزار گردید. در این محفل جمعی از فرهنگیان، ادیبان و شاعران با حضور سفیر پاکستان سخنان پیرامون اندیشه های متفکر شرق اقبال لاهوری گفتند که گزیده های از این محفل را همکارانم تهیه دیدند که توجه شما خوبان را به آن جلب میکنیم. گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. اقبال یک حامی بزرگ احیای تمدن اسلامی در سراسر جهان بود و ایجاد یک ایالت مسلمان را در جنوب آسیا درک کرده بود. از همین جهت او به نام مفکر پاکستان شناخته می شود و همچنین به نام های حکیم الامت و شاعر مشرق نیز مسما است. بیشتر شاعری اقبال به زبان فارسی است. از 10 کتاب های شاعری او 6 کتاب ایشان در زبان فارسی می باشد. بر این اساس در افغانستان و ایران معروف و مقبول هست. لکن فراتر از زبان، فکر اقبال و عقیده او در امت مسلمه و محبت آن به افغانستان و ایران را به این دو ملت برادر نزدیکتر می سازد. اقبال به جوانان این دو ملت می فرماید: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، غوطه حازد در زمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق، پاره لالی که دارم از بدخشان شما. حلقه گرد من زنیده پیکران آب و گل، آتش در سینه دارم از نیاکان شما. و انعکاس محبت اقبال که به افغانستان داشتا از تمام شاعری او پیداست. او شهرهای افغانستان، کابل و غزنی و قندهار را ستایش کرده. دی علامه محمد اقبال هر شعر چی دی آغا نی وازه دی وحی واد دی سیمه، بلکه دی انسانیت دی پارا، دی وی ټولنې د نړۍ د بهبود د ترقۍ دپاره په هغې کې ستر پیغمونه، په هغې کې ستر درس موجود دی. اقبال یوازې په ادبیاتو او فرهنګ کې نه، بلکې په سیاست کې، په عرفان کې، په فلسفي افکارو کې، او په هغه وخت کې د ټولنپوهنې په څانګو کې یو یاد او خاط نوم دی. ای به آغوش سحاب ما چو برق، روشن و تابنده از نوری تو شرق، یک زمان در کوسار ما درخش، عشق را بازان تب و تابی ببخش. تا کجا در بندها باشی اسیر، تو کلیمی راهی سینایی بگیر. خیبر از مردان حق بیگانه نیست، در دل او صد هزار افسانه است. جاده کم دیدم از او پیچیده تر، یا وگردد در خم و پیچش نظر. اقبال در زمانی زیست که در واقع با صنعت انتشار صنعت چاپ و تبدیل افکار در ذهن به آثار نوشتاری، جهان اسلام یا مردم کشورهای اسلامی و مشرق زمین کم کم با آثار در واقع تفکرات غربی آشنا می شدن و به این ترتیب نهله های غرب گرایی و گرایش به غرب در جهان اسلام و به خصوص مشرق زمین اضافه می شد، کم کم نوزج پیدا می کرد. اما اقبال با درک شرایط دقیق زمان خودش متوجه شد که در واقع غرب‌گرایی یا
روی کرده به گرایش‌های غربی پاسخگوی نیازها و رفع مشکلات روز جامعه اسلام نیست. پیام اقبال این بود که در واقع بازگشت به خوده، بازگشت به فرهنگ ملی و بازگشت به آموزه‌های اسلامی در واقع کارگزار و رفع کننده مشکلات عصر جامعه هست. همزمانی ایشون با سید جمال به عنوان یکی از دیگر پیشروان و رهروان نهضت اسلامی و نهضت روشنفکری، در واقع پیام این دو بزرگوار و این دو نامدار رو تکمیل کرد. این دو با هم پیام اصلی خودشون رو که همون در واقع بازگشت به خیش بود رو به نحو احسن عمل کردن. دلم را برده چشمان سیاه مست شهلایش، چه توتیا می کشم بر چشم خود گرده کف پایش. گل رخسار نازش را ندارد دختر گلشن، ندیدم در جهان چون جامه گلبرگ و زیبایش. تمام هست و بودم را به حسن یار می بخشم، اگر بینم به دور گردنم دستان حنایش. گلشن دل مجموعه شعر است اثر الحاج محمد شریف صدیقی غزنوی که در سال 1390 خورشیدی در 3000 نسخه اقبال چاپ یافته است. مهتمم این اثر محمد ظریف صدیقی و دیزاین و کمپوز آن را عبدالرحمن صالحانی انجام داده است. باران بارید، حالا دامان من خالی است از گلهای سرخ و از جینها یا رزوهای بلند. چتر نخواهم گرفت زیرا که ایمان دارم به پاکی آب و نعمت باران، شاید ویرانی هشدار کلبه های سست و هیزم خانه های بابرجاست. عکس ماه تو بر دیوارهای شب لیلی ترند، مجموعه اشعار سپید است اثر بانو رحیمه مرزایی که در سال 1386 خورشیدی با تیراژ 3000 شمارگان و از آدرس انتشارات عرفان به چاپ رسیده است. سفارایی و طرح جلد این مجموعه را وحید عباسی انجام داده است. سر زلف مشکین جانان من مرا کشت و پیچید بر جان من. ایا ترک سیمین تن سنگ دل، هویدا به تو راز پنهان من. به فرمان منم باش تا برخوری، تو را بد نیاید ز فرمان من. نگردم من ز پیمان تو، من و دل مگردان تو دل را ز پیمان من. ممنون که تا این دم بیننده برنامه ادبی بوی ماه هستید. فیسبوک و یوتیوب برای بوی ماه را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، بسته دیگر و اجرای دیگر این برنامه، شما را به خداوند می سپاریم. بدرود.